نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس در ارتباط با ما همراه شده. نیلوفر، دلیل این مخالفت برخی کشورهای عضو چیه با تعریف تجاوز جنسی؟ این کشورها هر کدوم برای جرم‌انگاری تجاوز در کشورهای خودشون قوانینی رو تصویب کردن. از 2 سال پیش گفتگوها آغاز شد برای تصویب اولین قانون اتحادیه اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان که شامل بخش‌های بسیار زیادیه. در همین قانون اگر نگاه بکنیم، مثلا بخش مربوط به جرم‌انگاری فعالیت‌ها و خشونت آنلاین بخش‌های مختلفی داره که خودش یک نقطه مهم یا کار و فعالیت مهمه، ولی در نهایت این کشورها نتونستن به یک تعریف واحد در مورد تجاوز برسن برای جرم‌انگاری کردنش. مشکل اینجاست که یک سری کشورها، 15 کشور اتحادیه اروپا به طور مشخص، در قوانین خودشون شرط رضایت رو برای عمل جنسی تعریف کردن و اگر این رضایت وجود نداشته باشه اون رو تجاوز میدونن و جرم محسوب میکنن، ولی در کشورهای دیگه نه. در کشوری مثلا مثل فرانسه، آلمان، لهستان یا مجارستان و همین کشورها هم هستن که با این قانون دقیقاً مخالفت کردن، به دلیل اینکه مثلا توی این کشورها برای اینکه مسلم بشه جرم یا تجاوز باید اسناد و ادله ارائه بدن مبنی بر استفاده از زور، خشونت یا موارد دیگه یا اسناد پزشکی، و به همین دلیل هم هست که دقیقاً در همین کشورها ارائه یا در واقع مستند کردن تجاوز کمی سخت‌تر. فمینیست ها یا فعالان حقوق زنان بسیار تلاش میکنن برای اینکه این موضوع به قانون بپیونده و اجرا نشده. مخالفان در واقع مثل فرانسه یا آلمان یا کشورهای دیگه استدلال میکنن که اتحادیه اروپا نمیتونه در این مورد قوانین فرامرزی رو در واقع اعمال بکنه و این موضوع جرم‌انگاری تجاوز در این کشورها باید در واقع صورت بگیره و مربوط به قوانین داخلیه. ولی با همین استناد رو رد میکنن کسانی که انتقاد کردن از کشوری مثل فرانسه یا امانوئل مکرون که دقیقاً مبارزه با خشونت زنان رو جز برنامه‌های اصلی دوره دومش اعلام کرده بود، و میگن که اتحادیه اروپا در یک سری استثناها میتونه قوانینی رو تصویب بکنه برای کشورهای عضو، مثلا در مورد تروریسم، در مورد فساد یا بهره‌کشی جنسی، و در همین بر همین اساس هم مثلا تو سال 2011 قانونی برای منع بهره‌کشی جنسی کودکان تصویب شده که اتفاقاً به همین شکل بوده، رضایت جنسی در اون مطرح شده و فرانسه به اون رأی داده، ولی حالا اومده و باهاش مخالفت کرده. البته استدلال فرانسه اینه که مثلا قوانین فرانسه جرم تجاوز رو براش تا حتی 15 سال حبس تعیین میکنن، در حالی که چیزی که اتحادیه اروپا داره پیشنهاد میده حد اکثر 8 ساله. ولی به هر حال مخالفان این طرح امیدوارن که این قانون در واقع تو 3 سال آینده بعد از اجرای شدنش دوباره بازنگری بشه و این موضوع بهش اضافه بشه، و همینطور کشورهای عضو در واقع باید تلاش بکنن برای پیشبرد این در واقع هدف که در جامعه جا بندازن که برای عمل جنسی فقط بله به معنای بله جواب میده و نه چیز دیگه. متشکرم از توضیحاتت. نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس همراه ما.